بلوم 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 سلام، اینجا مجله تحلیلی تصویری خبری قاچ مدیاست. مهمان این قسمت از قاچ مدیا جناب آقای دکتر خط حسن. جناب آقای خط روی خط است. بلوم 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 بلوم. جناب آقای دکتر، تحلیلتون چیه از انتخابات گذشته؟ همونجور که استحضار دارید به پایان رسید این انتخابات. از جناب دکتر پزشکیان برنده این دوره بود. بله، من قبل از این تحلیلم درباره انتخابات بگم، میخواستم بگم چه خبر او آقایی که نمیخواست بذاره آقای پزشکیان رئیس جمهور بشه؟ از تانک چه خبر؟ آیزاک؟ من شنیدم لولهاش گرفتم یا بر سنبه بزن وازشو کنه. برحال اوقات فراغتی دارن و دیگه حالا سرشون خلوتتر شده، یه سرویس و کارواشی باید ببرن. بله، اتفاقا این اوقات فراغتی که شما فرموده خیلی هم خطرناکه ها. برای چی؟ ببینن الان یه عده دیگه بیکار شدن. خب اینا که الان بیکار میشن، هم تو بیکار که وای نمیسن، اینا بالاخره دنبال یه قضیه ای، دنبال یه کاری میگردن و اینا قطعا میتونن مشکلات خیلی زیادی به وجود بیارن. توصیه‌ای داریم؟ من هشدار میدم خدمت رئیس جمهور منتخب، این که از همین الان مراقب سفارتخونه ها باشن. از چه لحاظ؟ مراقب سفارتخونه ها باشن، دیوارا رو بلند بکنن، دوربین مدار بسته بذارن، قفلا در عوض کنه، از سه تا خیابون برتر سه تا خیابون اونورتر نگهبان بذارن، میان رو دیوارا میرن بالا، مراقب این دیوارا سفارتخونه باشن. ببینیم من چقدر بهشون میگم. حتی لب دیوار میتونن شیشه بذارن، سیخوار ایتوریو اینا میان، اینا دیوار گیرشونه میان، دیوار سفارتخونه میرن بالا. خیلی ممنون. توصیه بعدیتون؟ مردم عزیز، توصیه‌ام به مردمه. بله. مردم عزیز، بزرگوارانی که صدای من میشنوین، مراقب سایه ها باشید. چرا سایه؟ مراقب باشه. خوبه که سایه، آدم میره تو سایه خنک میشه تو این داغی تابستون. نه دیگه، دقیقاً نکته همینه. مردم از داغی آفتاب فرار میکنن، میان تو سایه، دارن تو سایه را میرن، یه دفعه دولت ها لغت میکنن. الان تو سایه کلی دولت نشسته، لپتاپ جلوشون، قلم کاغذ، الان برنامه میریزن. مواظب باشه این دولتا لگد نکنه، پا بر روشون نذاره، لهشون نکنه، پچشون نکنه. بله، مثلا آدم وقتی از تو آفتاب یهو میاد تو سایه، چشمش پرپرو هم میکنه. بله، نمیبینن. پا میزنن روی اینا، پچشون میکنن. خیلی مراقب دولتایی که البته سایه هستن باشه، خود چش باز اینا رو ببینه. و توصیه آخر؟ توصیه آخر من به اینایی که رأی آوردن هست. ببینید، هنوز آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب و خودش کوچوانی نخریده. اینا پریدن یه کوچوار سورمه‌ای پیرن سفیدی خریدن کردن وطنشون، یه حموم سفتی هم رفتن سفیدابی کشیدن، ریشار آنکات کردن، قد کلون زدن، صبح تا شب تو خیابون حافظ و دنبال میز میگردن. بله، با قول اون آقایی که میگفت میگه بابا اون ممه رو لولو بود دیگه، از اون خبران نی الکی و دنبال میز نگرده دیگه، از اون خبران نی. خیلی ممنون. اینجا این صحبت شما منو یاد یه مثل قدیمی کرمونی هم انداخت که هر کی سبیل داشت که بابات نمیشه. احسان، یعنی اون شعر زیبای حافظ که میفرماید نه هر کی سر به تراشد قلندری داند. باشه، خیلی ممنون هستم. سلامت باشه، ممنونم، خدا نگهدار شما. خدافظ. حاد بیدار خودتون باشین. از شما بیننده های عزیز هم خدافظ. الو الو، سلام علیکم. سلام علیکم، چاکرم حاج حسین، حالتون چطور؟ خوبه؟ خوشن سالمه؟ آقا نکن بعد انتخاباتی بکنی بری فرمون بدی دست اینا، یعنی در حقیقت ماشین بزنی دنده یک فرمون بدی دست اینا. اینا بلند نیستن چپش میکنن، کور بشه چپش میکنن. خیلی مراقب باش. الو، قطع کن. ببخشه قطع نشده، من زیرات داره اینو زدم، ده بار گفتم دنده چاک بندی نداره، قطعش کنی. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.